بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزيز سروران گرامی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، در این برنامه کوشش میکنیم که اون مسائل را خدمت شما عرض بکنیم که سبب تقویه ایمان ما قرار بگیرد، عقیده ما را راسخ بسازد، ایمان ما را قوی بسازد و ما را به خدای متعال نزدیک بسازد. ما انسان ها به این نیاز داریم که همیش با خدا باشیم و خدا پرستان باشیم، و از جمله انسان های غافل باید قرار نگیریم. ولا تکن من الغافلین. خداوند متعال برای پیغمبرش خطاب میکند که ولا تکن من الغافلین، و این خطاب برای هر انسان است. غافل نباشید. غافل ایره میگوید که انسان خدای خود را فراموش کند و به چیزهای دیگری رو آورد. این غفلت است. و هرگاه انسان با خدا بود، همه چیز در پیش رویش ناچیز هست. اما اگر رابطه انسان با خداوند قطع شد، دیگر اونجا سبب چی می شود؟ سبب تمام فراز و نشیب زندگی و خطرات و استرس های زندگی می شود که از او نجات خیلی مشکل هست. و همین آیه متبرک است که ولا تکن من الغافلین. انسان باید از جمله غافلانه باشد، باید انسان خدا پرست باشد و با خدا باشد. دوستان عزیز، ما در درس گذشته در یکی از آیات قرآنی خدمت شما اشاره کردیم که خداوند متعال در سوره انبیاء فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون. ببینید در قرآن کریم هم مسئله علم و هم مسئله عقیده همیش در یک وقت چی می شود؟ خدا نور رو برای ما بیان می کند. وقتی که مسئله علمی یاد شد، در پهلویش خدا متعال نمی گوید که یک موضوعات علمی است، شما به شکل معلومات در ذهنتان او را یا در حافظیتان حفظ بکنید. نخیر، در اینجا هدف هست. می دانیم این آیت متبرکه خدا هر دو هدف ذکر کرد. و جعلنا السماء سقفا محفوظا. بعد از فرمود و هم عن آیاتها معرضون. و هم عن آیاتها معرضون، یعنی خداوند متعال فرمود که ما آسمان سقف محفوظ قرار دادیم. آسمان چیست؟ یک سقف محفوظی است. زمین از مخلوق خداوند است. چهاربر زمین هزارها و میلیونها و میلیاردها مخلوقات فضایی وجود دارد و زمین در مقابل همین مخلوقات فضایی خیلی کوچک است. ستاره ها است که بزرگتر از زمین است، میلیون ها میلیون ها مرتبه، ولی هست. پس زمین یک سیاره بسیار کوچکی است در این جهان که ما انسان ها در این زمین چی میکنیم؟ زندگی میکنیم. ما در روی زمین زندگی میکنیم. ولی ببینید که یکی از نعمتهای خداوند، خداوند چقدر نعمتهای زیاد را برای ما داده است. یکی از نعمتهای خداوند است که خداوند زمین از هر نوع خطرات چی کرده است؟ در امن نموده است. خطراتی که به زمین متوجه می شود، خداوند این خطرات از اهل زمین چی کرده است؟ دور ساخته است و چیزهای را آفریده است که باید اهل زمین از خطرات این تحولات کونی و جهانی در امن باشند. اگر شما دیده باشین در خبرها بارها میگوین که مثلا در شهر در ماه اپریل، در تاریخ 29 اپریل یک سنگ بسیار بزرگ به طرف زمین در حرکت است و اگر به زمین اصابت کرد، دیگر زمین همش نابود میشود بدون شک. مثلا وقتی که یک سنگ بسیار بزرگ در فضا هست، ستاره ها، سیاره هاست، اگر یک سنگی که حتی بزرگتر از زمین باشد با زمین تصادم کند، چه رخ می دهد؟ جهان یا زمین همش نابود می گردد.
کسایی که بالای زمین است همش از بین میرود. این خبر را مردم میگوین، زیادتر کسایی که مسلمان نیستند. ولی ما از نگاه، از دیدگاه اسلام این تحولات از دید دیگر میبینیم. شاید خبرها روزانه این چیزها را برای ما بیان بکند، ولی ما معتقد هستیم که نخیر، اهل زمین در امن هستند از این نوع خطرات. هرگز سنگ با زمین تصادم نمی کند که سبب نابودی بشر شود، چرا که خداوند متعال در قرآن کریم و پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث برای ما بیان نموده است که این جهان خواهد بود تا که روز قیامت می رسد و تا روز قیامت در این جهان بعضی تحولات رخ می دهد که او را مثلا علما بیان نموده است، در احادیث ذکر شده است، علامه ها، نشانه های قیامت صغرا، قیامت کبرا ای باید رخ بدهد بعد از جهان با پایان برسد. نشانه های قیامت صغرا، نشانه های قیامت کبرا. صغرا خیلی زیاد عالی رخ داده هست، اما نشانه های بزرگ روز قیامت هم هست که مثلا دجال هست و بعد از دجال یا قبل از دجال مهدی هست و بعد از دجال می آید، بعد از عیسی علیه السلام پایین می شود، دجال از بین می برد. بعد از مثلا علامه های بزرگ دیگر از یک دابه است، تکلم الناس که یک حیوان است که با مردم صحبت می کند و دیگر آتش به میان می آید، دخان می آید، دخان یعنی همون چی است که در آسمان رخ می دهد، دودی هست، دخان، سوره دخان هم در قرآن کریم ما داریم و اخیرش طلوع آفتاب از مغرب زمین هست. امروز هر روز آفتاب از مشرق زمین طلوع می کند، وقتی که از مغرب زمین طلوع کرد دیگر درهای توبه بسته می شود و جهان به پایان می رسد و همون آیه که خداوند متعال در رابطه به نهایت جهان فرموده است خیلی زیاد هست، اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت، ای چیز تحولاتی که در جهان رخ میدهد، اذا الشمس كبرت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا الاشعار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت، ای چیز یعنی تغییرات در جهان است، آسمان پاره می شود و همی ستاره ها خیره می شود و کوها همانند که العهن المنفوش، همانند پشمهایی که در هوا حرکت میکند، دریاها میسوزد، در میگیرد، یعنی جهان تمام میشود. این چی است؟ این تحولات در پایان جهان صورت میگیرد. پس مطمئن باشین وقتی این خبرها را شما میشنوین که یک شهاب یا سنگی به طرف زمین در حرکت است، شاید با زمین تصادم کند و اهل زمین نابود بسازد، این احتمالات بعید هست و قابل پذیرش نیست از دیدگاه اسلام. لذا خداوند متعال فرمود که وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ما آسمان سقف محفوظ قرار دادیم. این چیز یک بعد علمی بزرگی هست دوستا، بعد علمی بزرگی است که علم ای را ثابت کرده است که خداوند اهل زمین از هر نوع خطرات فضایی در امن قرار داده است. اهل زمین از هر نوع خطرات فضایی در امن هست، هیچ ضرری به اهل زمین نمی رسد تا که اراده خداوند نشود. پس سقف محفوظه در برنامه های گذشته هم خدمت شما عرض کردیم که خداوند متعال بالای ما اهل زمین لایه های را آفریده است که یکی از می لایه ها چیست؟ لایه اوزون هست و طبقات مختلفی هست که این طبقات اهل زمین چی می کند؟ محفوظ می دارد از چی؟ از هر نوع خطرات. مثلا خداوند متعال در بالای ما اهل زمین طبقات خیلی زیاد را آفریده است. یک طبقه است که در اونجا تغییرات و تحولات جوی صورت می گیرد، تغییرات تحولات جوی، مثلا هوا سرد می شود، هوا گرم می شود، این هم یک نوع چیست؟ یک نوع سقف محفوظ است، تغییرات جوی. اگر ببینین اگر خدا نخواسته
درجه سردی آنقدر شدید شود که تمام زندگان ها در روی زمین منجمد گردد، این شد ای سبب نابودی انسان ها می شود. پس سردی بیشتر از حد ضرورت سبب نابودی بشریت است. بالعکس یا بالمقابل، شدت حرارت هم سبب نابودی چیز، سبب نابودی انسان ها و زندگان ها در روی زمین هست. ببین وقتی که آل در اکثر کشورهای مثلا خلیجی چی میکند، کشورهایی که در خاورمیانه هست، درجه حرارت زیاد است، خصوصا کشورهایی که در خط استوا قرار دارد. اگر درجه حرارت مثلا آل تقریبا به 50 میرسد، درجه حرارت 50 هست، اگر به 55 و 60 برسد، شما ببینید که اکثر اوقات آتش سوزی صورت میگیرد. آتش حتی آب، شما اگر شینده باشند آب مبدل به آتش می شود، درختان می سوزد. پس خداوند متعال حتی درجات حرارت و هوای سرد هم به اندازه معینی آفریده هست تا سبب چی شود؟ سبب حفظ زندگی بشریت و انسان ها و زندگان ها قرار بگیرد. ایتونه که سبب نابودی چی شود؟ سبب نابودی زندگان ها شود. گاه دمای هوا به 1000 درجه می رسد و حتی آهن را ذوب کرده و به خاکستر تبدیل می شود. یک نوع سقفی هست، یک نوع سقفی هست که چی می شود؟ خداوند متعال درجه حرارت در همین سقفی که سقف محفوظ خداوند متعال فرمود، میگه درجه حرارت به 1000 درجه می رسد که حتی آهن را ذوب و به خاکستر مبدل می سازد. لذا خداوند متعال فرمود که الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. در سوره ملک آیه 3 خداوند متعال فرمود که باید بدانیم که آیه بسیار بزرگی هست که جز علما کسی دیگر را درک کردن نمیتواند، دیگر کسی را درک کردن نمیتواند. خداوند متعال چی فرمود؟ که فرجع البصر هل ترى من فطور. خداوند ذات است که میگه هفت آسمان طبقه طبقه آفریده است. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. در آفرینش خدا شما کدام تغییر و تبدیل را نمیبینید. میگه فرجع البصر، دوباره شما بنگرین آیا کدام سوراخی یا فطور یا پارگی را در چی در آسمان میبینید. ببینید دوستان عزیز، ما انسان ها وقتی که یک چیز را انسان می سازد، ولو که بسیار یک چیز بسیار قوی و سنگین و سخت هم باشد، ولو که از آهن هم درست شده باشد، ولی در اونجا تاریخ می نویسند، تاریخ، تاریخ ساخت و تاریخ پایانی، تاریخ پایانی یا اکسپایر که ما می گوییم. در تمام چیزها، اگر ادویه از داروها از، اگر مواد غذایی هست و حتی دیگر چیزها الکترونی است، تمامش تاریخ پایانی دارد. به این معنی است که این چیز تا این مدت کار میدهد، بعد از او از کار میافتد، بعد از او از کار میافتد. همین ماشین هایی که در اونجا دستگاه های بسیار بزرگی است، این تا یک مدت زمان معین کار میدهد، وقتی که او زمان تمام شد دیگه از کار میافتد، همو انرژی یا همون قوت یا نیروی دو باقی نمیماند. بلعکس چیزهایی را که خداوند متعال آفریده هست دو هیچ تغییر و تبدیل نمیاید. که یک از می مخلوقات خداوندی آسمان است. خداوند متعال برای انسانها چلنج میدهد که ای انسانها، شما چرا از خداوند منکر هستین؟ شما چرا از خالق جهان منکر هستین؟ اگر شما از خالق منکر هستین، ببینین همین آسمانی که بالای سر شما قرار دارد، هل ترا من فطور، آیا دو پارگی رو میبینین؟ دو تغییر رو میبینین؟ دو کدام وضعیتی که خلاف طبیعت باشد میبینین؟ نخیر، با مو شکل اولیش خداوند او را آفریده است و باقی خواهند ماند، باقی خواهند ماند. ایتونیست که به مرور زمان آهسته آهسته چی شود؟ او سست شود، خراب شود یا دو تغییر و تبدیلی ایجاد کردند. نه خیر، چنین نیست، بلکه ای ساخت خداوند هست.
بدون شک آن چیزی که ساخت خداوند باشد متفاوت است با ساخت بشر، با ساخت مخلوق. اگر ما یک پارچه را استعمال میکنیم به مرور زمان و پارچه یا او تیکه خراب میشود، سست میشود، فرسوده میشود، چرا که انسان ساخته است. اما در ساخت خداوند هیچ تغییری نیست. نقطه دیگری که بسیار مهم است دوستان، و هم عن آیاتها معرضون. این نقطه بسیار مهم است که بخش عقیده هست. در پهلوی ازی که خداوند متعال مسائل جهان برای ما بیان میکند که جهان خداوند متعال به این شکل زیبا و به این نظم آفریده است، این جهان منظمه هست. و هم عن آیاتها معرضون، در حالی که همین کفار و مشرکین از نشانه های آفرینش خداوند چی میکنن؟ روگردان هستن. این چیزها را خداوند برای انسان آفریده است. انسان والا اگر مؤمن است، اگر کافر است، انسان هست، همشان در آفرینش یکسان هستند. انسان ها در آفرینش یکسان هستند، اگر مسلمان است یا کافر است. ولی مسلمانان عقل خود را به کار انداختن، مؤمن شدن، و کفار از عقل خود استفاده نکردند. و هم عن آیاتها معرضون، با وصفی که خداوند این جهان را به این شکل زیبایی آفریده است، به این نظم دقیقی آفریده است، بازم اونها روگردان هستند. از چی؟ از ایمان آوردن. روگردان هستند. از چی؟ از اینکه خدای خود را بشناسند، به خدای خود ایمان بیاورند. از این چیزها اونها چی؟ روگردان هستند. پس خداوند متعال مسائل جهان وقتی که بیان میکند، هدف امیست که کفار هم متوجه شوند که ای کفاری، جهان بسیار بزرگ است، بسیار پهناور هست. شما بندشین در کائنات خداوندی، در این جهان، تا خدای خود را بشناسین. وقتی خدای خود را شناختین، به او ایمان بیارین. پس هیچی از تمام آیات قرآن کریم بعد از اینکه مسائل جهان را بیان میکند، مسئله ایمان و عقیده را در پهلویش ذکر میکند که این مسائل تنها علمی نیست که بر شما به شکل قصه ها و داستان ها بیان شود. پس به خاطر ازیز که شما ایمان بیارین، به خداوند ایمان بیارین. و هم عن آیات معرضون. پس بود دوستان عزیز، موضوع چی؟ موضوع درس امروزی که خداوند متعال برای ما این نعمت بزرگی را اشاره کرد که او چیست؟ و حفظ و نگهبانی اهل زمین از هر نوع خطرات فضایی هست. حفظ و نگهبانی تمام زندجان هایی که در روی زمین زندگی میکنن، خداوند این زمین را از هر نوع خطرات فضایی در امن قرار داده است توسط همون لایه ها و همون سقف محفوظی که در قرآن کریم ذکر شده است. خداوند متعال ما شما را از بنده های مؤمن خود قرار بدهد. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.